دوستان عزیز، به شما سلام میکنم و خوش آمدگویی میکنم به ویدیو بعدی در سری ویدیوهای اونیزیش ارتقای با سعید همراه هستین و در ادامه میریم سراغ زیلش یا پسوشش یا دیزیله. بالاخره این مبحث ما زیله بود، آخرش هم رسیدیم به زیله، یعنی روح. روح یعنی به معنی پسوشه به معنی روح هستش، پسوشیش روحی هستش. زیدیشه بلاستونگن کنن سو کپلیش ارکرانکونگن فیرن، فشارهای روحی میتونن در ادامه به بیماری های بدنی برسن. ما چی دوست داریم بگیم راجبش؟ ما میگیم که ون پسوشیشه پروبلیم اون گلویست بلایبن، also wenn sie nicht gelöst werden, wenn sie ungelöst bleiben, können sie einen im Laufe der Zeit körperlich erkranken. Mit einem Jägnaferra, einen, akkusativ Jägnaferra, Ferdira, der Tule Zaman im Laufe der Zeit, der Murure Zaman, mit einem körperlich Maris bekommen. Also sie können einen Menschen im Laufe der Zeit körperlich erkranken. Das kann man auch sagen, einen Menschen oder eine Person. Das geht alles. Unbehandelte seelische Belastungen können zu psychosomatischen Erkrankungen führen. فشارهایی که فشارهای روحی که unbehandelt handel نشدن، یعنی چی؟ یعنی درمان نشدن، اون به هندل هستن، میتونن به ناراحتی های روحی جسمی ادامه پیدا بکنن. پسیشو زوماتش، پسیشه گفته میشه روح، میشه زومات، میشه از یونانی میادش به معنی بدن هست، زوماتش بدنی هستش، پسیشو زوماتش روحی بدنی هستش. مثلا چه میدونم، به فرض میگن که زخم معده میتونه پسیشو زوماتش باشه، یک دونه بیماری جنسی باشه که از روح میادش، چون که آدم همش در حال قورت دادن مشکلاتش هستش، مشکلات خودشو هضم نمی کنه. اینا همه میگن در واقع توی زبون انسان، توی زبون محاورم، آدم بدون اینکه بدونه خودش راجبش صحبت میکنه، از مشکلات حل نشده، هضم نشده که قورت داده برفرض میشه سوشوزوماتیش، میشه اون وقت میشه این معده درمی، یا زیر فشار بار پشتم خم شد، هیچی پشت درد و کمر درد میگیره بر اثر فشار زندگی، بار زندگی، اینا رو بهش میگم سوشوزوماتیش ارکرانکونگه. دیزیل به معنی روح یا پسوشه میشه. Spaziergänge in der Natur sind nicht nur gut für den Körper, sondern auch für die Seele. قدم زدن در طبیعت فقط برای بدن خوب نیست، برای روح هم خوب هست. بله، درست است. ما چه میگوییم؟ ما میگویم körperliche Tätigkeiten, ob Spaziergänge oder Laufen, tun sowohl dem Körper als auch der Seele gut. اینطوری هم میشه گفت. Also körperliche Tätigkeiten, حرکت‌های بدنی، حالا میایم ادامه میدیم، میگیم اوب، آیا فرقی نداره، اوب spazierengänge oder laufen sie tun also tun dem seele also tun etwas gut, etwas gut tun. Gut tun یعنی احساس خوب، etwas wohl tun هستش. اوکی، یه ذره جمله قاطی پاتیه، ولی از فعلش هستش، gut tun هستش. Also körperliche Tätigkeiten tun einem gut. Tun wem gut? Tun, sie tun dem Körper und sie tun der Seele gut. Also sie tun dem Körper, sowohl dem Körper als auch der Seele gut. Hallo, gut jambandisch, oder? Körperliche Tätigkeiten, ob Spaziergänge oder Laufen, das ist egal, ob sie das machen oder das andere machen. So kann man das auch sehen. Mit einem Jumle, ich habe mich gerne, herzlich willkommen. یه زنم پیچیده صحبت کنین، اینجوری هم میشه صحبت کرد. آسان ترش اونی هستش که در کتاب گفته شده. ما گفتیم دنبال مترادف گویی هستیم، معمولا دنبال آسان گویی هستم، حالا اینجا مشکل گوییش کردم، چون آقا اون خیلی ساده بودش دیگه. Sich in der Natur zu
sich in der Natur zu begeben, einen leichten Spaziergang zu machen, sind manchmal geeignete Mittel, um sich zu entspannen. این هم یه دونه مشکل رویه دیگه شد. Sich دو تا پشت سر هم میاد. دو تا مستر میاد با چوم میاد. Sich in die Natur zu begeben, einen leichten Spaziergang zu machen. Ja, دو تا مستر zu هستش که میادش. این دو تا کما was sind sie? Sie sind manchmal geeignete Mittel. یه دونه حالا یه دونه چوم میادش. Sich zu entspannen. Okay? Ich lese es nochmal vor, hintereinander. Sich in der Natur zu begeben, einen leichten Spaziergang zu machen, sind manchmal geeignete Mittel, sich zu entspannen. Schwierige Kost, schwere Kost, bewahrt. Aber gut, Ihnen haben es gerade Video, das müssen Sie schon schaffen, liebe Leute, sowas zu sagen zu können. Auch Bosorisch und jeder. یه دونه مستره دیگه با چو اومدش. اوکی. در ادامه میگین دست نت گشپریخ می... آها اینم میتونید بگید همون گوت تون هستش. دست نت گشپریخ می دیه هت میر زر گوت گتان. یعنی خیلی به من کمک کرد. خیلی برام خوب بودش. مفید بود. اس هت میر گوت گتان. گوت مخن نمیشه گفت. Es tut gut, yani es macht Spaß, es ist hilfreich, es ist wohltun. Es tut wohl. Und dann haben wir schon mit dem Gegenfehler tun, yani machen hast. Es tun haben und Fehler machen hast. Weil ich bei Ihnen so rat mit und nicht ist der Vorderbekommen. Okay, mit dem Sonore Psycho, die Psychoanalyse. Okay, mal Sigmund Freud hast das Methode. Sigmund Freud, Psychoanalyse, Analytike, Ravoni. Durch die von Sigmund Freud entwickelte Psychoanalyse können verdrängte Erinnerungen wieder bewusst gemacht werden. به وسیله Psychoanalyse که آقای Sigmund Freud چیکار کرد entwickelt کرد توسعه دادش میتونن خاطراتی رو که به عقب رانده شدن اینا میتونن آگاه سازی بشن آگاه ساخته بشن. اوه که جملاتی من گفتم. Sigmund Freud war der Vorreiter der Psychoanalyse. ایشون چیکاره بودن؟ ایشون Vorreiter بودن. Reiter میشه از سوار. Vorreiter اون نفری هستش جلو میتازونه. جلو اولین نفری که از سوار میکنه جلو میتازونه پس میشه ایشون پیشتاز بوده. Vorreiter به معنی پیشتاز هست. از Reiter از اسب سواری تاختن میاد. ایشون پیشتاز پسیشو آنالیز بوده حالا چی هستش؟ پسیشو آنالیزه و فون ایر ابگلایتت تراپی فورمن الاوبن اینین تیفن بلیک این دی اینره در زیله فردرنگت ایگنیسه در فرگانگهایت ویدن ابگروفن و دورش بوست مخون آنالیزیرد. این رو یه مقدار از اینترنت در آوردم یا آوردشم خودم نوشتم. پسیکوآنالیز چی هستش؟ یه دونه فرم تراپی هستش که ابگلایتد. ابگلایتد یعنی منشأ گرفته، انشعاب گرفته. بخشید انشعاب یعنی ابلایتون میشه انشعاب میشه. ابگلایتد فون پسیکوآنالیز اون فون ایه به تراپی. آها پسیکوآنالیز و فرم های مختلف تراپی که از این انشعاب گرفتند اجازه میدهند به یک دونه نگاه عمقی در این رزیله در داخل روح و اینکه چی فترین که ایگنیس اون اتفاقاتی رو که آدم به عقب رانده شده که مال فرگنگن هایت هستن فترین که ایگنیس فرگنگن هایت مال زمان گذشته هستن اینها بردن ابگروفن. ابروفن اینا میشه باز دوباره چی میشه؟ ابروفن چی میشه؟ میشه یه چیزی رو باز دوباره صدا کردن، دوباره احضار کردن، احضار دوباره میشن. ابگروفن اون دوش بوست مخون انالیزیت. حالا اونجا در کتاب گفته زی بردن بوست گمخت. ما از خود بوست گمخت کلمه بوست مخون رو درست میکنیم، یعنی آگاه سازی به این وسیله انالیز میشن. Das war schwierig, okay? Ich lese es nochmal vor. Sigmund Freud war der Vorreiter der Psychoanalyse. Psychoanalyse und
Von ihr abgeleitete Therapieformen erlauben einen tiefen Blick in die Innere der Seele. Verdrängte Ereignisse der Vergangenheit werden abgerufen und durch Bewusstmachung analysiert. Und den nächsten Satz machen wir im nächsten Video, weil unsere Zeit schon wieder abgelaufen ist. Also bis zum nächsten Video. Passt auf euch bitte gut auf und kommt pünktlich wieder zurück. Bis gleich. Tschüss.